سلام خدمت دوستان پیج زومبا آی تی. امروز اومدیم با یه ویدیوی خفن دیگه. خب دوستان، توی ویدیو قصد دارم برداشت دومو توی یو ای کوین بزنم. حالا کوین خود یو ای هم میخوام برداشت کنم و توی صرافی خودش بریزم. حالا من گشتم ولت مناسبی پیدا نکردم، حالا گفتم توی صرافی خودش واریز کنم، چون صرافی خودش هم یه تسکایی داره، یه میشنایی داره که باید کوین واریز کنیم. گفتم حالا با یه تیر دو نشون بزنیم، کوین خودش اونجا واریز میکنم، تسکای اونم یه مقداری رد میشه. حالا من لینک صرافیشو توی دیسکریپشن براتون میذارم که بتونید استفاده کنید. حالا توی این ویدیو هم USDT میخوام برداشت بزنم، هم یو ای کوین، که حالا در ادامه با هم میبینیم. خب دوستان، همینجور که میبینید من الان اپ صرافی رو دانلود کردم و روی گوشیم دارمش. حالا چون که ما خود کوین صرافی رو میخوایم انتقال بدیم، من چک کردم فقط خود صرافی ساپورتش میکرد، یعنی جایی نمیتونستیم انتقالش بدیم. پس باید توی این صرافی ثبت نام کنیم که بتونیم آدرس رو در بیاریم و انتقال بدیم. حالا من لینک این صرافی رو توی بخش دیسکریپشن براتون میذارم که بتونید ثبت نام کنید. شما روی لینک کلیک میکنید با این صفحه روبرو میشید. حالا میتونید با شماره موبایل ثبت نام کنید یا با ایمیل، که حالا من خودم با ایمیل ثبت نام کردم. اینجا ایمیلتون رو میزنید و یه پسورد قوی، دوباره پسوردتون رو تکرار میکنید و اینجا ساین اپ رو میزنید. وقتی که ساین اپ میزنید برای شما یه کد میره به ایمیلتون که اینجا توی لاگین باید اون کد رو واردش کنید. حالا اگر خواستید با موبایلم ثبت نام کنید، من اینجا چک کردم ایرانم داره، نکنید 98 رو که میزنم اینجا ایرانم داره و هیچ مشکلی نداره. حالا اینجا چینی شده، درسته دیگه، من ایران انتخاب کردم، مثبت 98 ایران. حالا من هر کشوری که انتخاب میکنم این چینی میزنه اینجا، ولی مشکلی نداره، همونجوری که می‌بینید ایرانو داره و هیچ اروری هم نمیده، یعنی شما شماره ایرانم بذارید بهتون ارور نمیده. ولی بهتره که با همون ایمیل ثبت نام کنید، کار خاصی نداره. حالا ثبت نام که کردید، من اینو بیارم پایین، صفحه موبایلمو بیارم بالا، دیگه با این صفحه روبرو میشید. حالا دلیل این که من توی صرافی عضو شدم این بود که توی چنل تلگرامش دیدم که اینجا چالنجای میده، گفته بود که اینجا پاداشهایی به ما میده، احتمال داره که توی صرافی هم به ما الماس بده. حالا من نزدیک 2 روز ثبت نام کردم و اینجا که میبینید هیچ نوتیفیکیشنی برای من نیومده که حالا مثلا من چیزی برنده شده باشم. نکته بعدی که صرافی داره اینه که روزانه میشن داره. حالا روزانه که نه، میبینید اینجا قسمت میشن داره، من روی میشن کلیک میکنم، میبینید گفته روز اولی که ثبت نام میکنید 10 امتیاز به شما میدم، اگر روز هفتم هم سر بزنید، میبینید در من 1 روز سر زدم، اگر باید 7 روز پشت سر هم سر بزنم که چالش دومم رد بشه و همینجور تا روز 28م که به من اینجا امتیازهایی بده. حالا من امتیازی که دریافت کردم تا الان 15 تاست، همینجور که میبینید. البته اینجا تسک ها یا همون میشن هایی هم داره، اینجا دقیقا تو همین قسمت میشن بود. مثلا اینجا میبینید گفته اولین واریزی خودتو انجام بده، اولین برداشتی خودتو انجام بده، یه اینجور چیزایی گفته که ما میتونیم انجام بدیم و اینجا امتیاز کسب کنیم. حالا من دقیق نمیدونم امتیاز رو چجوری میخواد با ما حساب کنه، ولی حالا این نکاتی بود که باید میگفتم در مورد دقیقا خود ولت. حالا ما تنها کاری که با این صرافی و ولت داریم اینه که من اینجا دوباره بک میزنم، اینجا توی قسمت واریزی کلیک میکنم، اینجا میبینید کوین یو ای برای ما داره، من اینجا یو ای رو که کلیک میکنم اینجا آدرس ولت به من میده. همینجوری که میبینید ما آدرس ولت BSC هم میخوایم. حالا عجیبیش اینه که 3 تا آدرس همین اول برای من ساخته و حتی میتونم یه آدرس جدیدم اضافه کنم، ولی حالا فرق میکنه، هر کدومو که میخواید میتونید بردارید. حالا من همین آدرس اولو کپی میزنم، این دیگه توی کلیپ بورد من میمونه. من میخوام یو ای ها رو انتقال بدم به این صرافی به این آدرس، که حالا در ادامه دقیقاً با هم میبینیم. حالا من صرافی رو میارم پایین، بریم رباتو باز کنیم. خب دوستان، من اینجا یو ای رو باز میکنم، همچنین که میبینید ربات یو ای کوین رو باز میکنم. من نزدیک 5 دلار هستم، یعنی 5 دلار که بشه دیگه میتونم برداشت رو بزنم. حالا ببینم الان اینم بزنم، فکر کنم 5 دلار هنوز نشده، یکی دیگه هم دارم، اینو بگیرم دیگه باید 5 دلار بشم، هنوزم نشدم. حالا بعد یه مقدار صبر کنم که نزدیک 12 سنت دیگه یو اس دی تی به من بده که بتونم برداشت دومو بزنم، که حالا توی نیم ساعت آینده من احتمالا به حد برداشت برسم. البته الان من میخوام برداشت یو ای کوین بزنم، تا اون زمان دیگه تترامونم به 5 دلار رسیده و میتونیم برداشت رو بزنیم. حالا یه حرکت دیگه میتونم بزنم، میتونم برم حالا مثلا اینجا گفتیم که دزدی انجام بدیم و این 12 سنت رو کسب کنیم، ولی فعلا کاری بهش نداریم، الان خودمون دیگه میرسیم به اون حد، بریم سراغ یو ای کوینامون. اینجا من میام بخش برداشت رو میزنم، همینجور که دیدید
ما اون 10 سنت رو برداشت کردیم و الان باید 5 دلار یا 10 دلار برداشت کنیم توی قسمت USDT. ولی UEامون میبینید 10 تا و 200 تا رو من اینجا میتونم برداشت بزنم. حالا من برای تست اول میام این 10 تا رو برداشت میزنم. من اینو پیست میکنم. آدرس UE BSCمه. ببینم اینجا هم گفته چیزی. و این 3 تا رو بهش میدم. خب میگه برداشت موفقیت آمیز بود. من اول این 3 تا رو تست کنم ببینم به حسابم میشینه. اگر به حساب نشست که میریم سراغ این 200 تا. خب من الان صرافی رو باز کنم اینجا ببینم سرعت چجوریه برای نشستن به حساب. یه خورده بزرگترش کنم. یه بک بدیم. هنوز که ننشسته. حالا من یه مقدار باید صبر کنم که این انتقال دقیقاً برای من انجام بشه. حالا من ویدیو رو پاز میکنم. وقتی که این انتقال انجام شد دوباره بر میکردم. خب همینجا که ببینید زیر 2 دقیقه شد فکر کنم. زیر 2 دقیقه برای ما نشست به حساب. حالا من ببینم 10 تاش چه قیمتی میشه. 10 تاش میبینید اینجا میشه 6 سنت. همینجور که میبینید این 10 تا هم به حساب من توی صرافی نشسته شده 6 سنت. من برم همون دقیقاً اون 20 تا بزنم. اون 200 تا 20 تا هم نیست. 25 تا ولی سکه از من کم میکنه. من 25 تا سکه هم بهش میدم و این 200 تا هم برداشت کنیم بره توی صرافی. ببینم صفر شد یا نه. برداشت برای من برداشت نکرده. اینو پاک کنم دوباره. کپی. اوکی. من یه بار اپو ببندم باز کنم. الان وقتی که میزنم میگه برداشت شده ولی چیزی کم نمیشه از حساب من. دوباره من اینو ببندم دوباره بازش کنم. خب اپو بستیم و باز کردیم. دوباره میایم اینجا اینو میزنیم و برداشت. اوکی الان انجام شد. میبینید 0 از 1 شد ولی نپرید. امیدوارم که نپره بتونیم اینا رو هی برداشت بزنیم روزانه. خب من اینو ببندم. تترم به ما نداد که اینو 5 دلار برسونیم و بتونیم تترو هم برداریم. خب حالا من ویدیو رو استاپ میکنم. 2-3 دقیقه دیگه برمیگردم که با هم بریم چک کنیم چه اتفاقی افتاده. خب دوستان 5 دقیقه گذشته الان و میریم توی بخش دیپازیت. همینجا که ببینید به حساب من نشسته و 210 تاش هم اینجا میشه 1 دلار و 33 سنت به قیمت امروز. حالا من نکته‌ای که اینجا بود میخوام میشن رو برم ببینم الان دیپازیت که انجام دادیم. گفته بود که دیپازیت انجام بده دیگه. من اینو انجام دادم. شاید گفته یه کوین دیگه میشن رو من بزنم. برای دیپازیتش هم گفته نزدیک 100 دلار باید دیپازیت کنی که این چالش برات پس بشه. پس این چالش ها شاید خیلی به کار ما نیاد. حالا فعلا همون چالش های روزانه رو میگیریم. ولی همینجور که دیدید توی صرافی دقیقاً برای من نشست و قیمتش هم بالا پایین میشه. همینجور که میبینید الان شده 1 دلار و 34 سنت. حالا من ببینم برای برداشتش به چه صورته. برداشتم اینجا میزنم ببینم این کوین رو بخوام بردارم میذاره این مثلا 1 دلار 44 سنت رو بردارم یا نه. خب اینجا میبینید برای برداشت این کوین هم گفته حداقل باید 10000 کوین داشته باشی که بتونی برداشت بزنی. حالا چون قیمت زیادی نداره من فعلا ولش میکنم توی صرافی باشه که حالا توی طول زمان بتونم بیشترش کنم و اون موقع دیگه ویدیو برداشتش هم میسازیم. حالا من برم سراغ 5 دلار. اون 5 دلار رو بتونیم برداشت بزنیم دیگه عالیه. خب همونجوری که این مقدارم برداشتیم ما الان گیر یک مقدار جزئی تتر هستیم که بتونیم برداشت رو بزنیم. به خاطر من میرم توی قسمت فرند. من اینجا اد فرند رو میزنم یه نفر که حالا مثلا هر کدوم رو بزنیم فکر کنم میشه. اینو بزنیم. درآمدش 0 بوده بنده خدا. 0 که بوده ما این مقدار ازش بدزدیم و اوکی کلوز. همینجور که دیدید مقداری از شخصی دزدیدیم و ما به 5 دلار رسیدیم و الان من میتونم برداشت رو بزنم. البته برای برداشت هایی که من دارم میزنم همینجور که میبینید اینجا الماس میخواد. الماس مثلا 140 تا 25 تا اگر بخواید 10 دلار رو برداشت بزنید 300 تا الماس میخواد. ولی جالبی اینجا بود که فعلا نپریده. اگر 5 دلار هم نپره و روزانه مثلا ما بتونیم 5 دلار رو برداشت بزنیم با 140 تا الماس میشه یه حرکاتی بزنیم روی این ربات. حالا من باید برم آدرس تراست ولت خودم رو بیارم و اینجا بزنم و این 5 دلار هم با هم برداشت بزنم. خب دوستان من اینجا تراست ولت خودم رو باز کردم. همینجور که میبینید این 10 سنت رو توی ویدیو قبلی برداشت زدیم. من دوباره وارد میشم ریسیو میزنم و کپی. اینو میارم پایین و اینجا پیستش میکنم و اینو میزنیم که برای ما برداشت رو بزنه. خب همینجور که میبینید الان دیگه گفته 5 دلار رو باید بزنی به صرافی.
دیگه مثل قبل نمیتونیم مستقیم بزنیم به تراس والت. من دوباره تست کنم ببینم میگه بزن به صرافی یا نه. آره همینجوری که میبینید میگه کلا باید بزنی به صرافی، دیگه 5 دلار رو نمیذاره مستقیم بزنی. اینم دقیقاً چون ربات مربوط به صرافی خودش میشه دیگه میخواد تطبیق صرافی خودش رو انجام بده دیگه. من اینجا دوباره میرم توی بخش واریزیمون، اینجا USDT و اینجا حتما بستر رو درست انتخاب کنید. بستر باید BSC باشه و آدرسش رو کپی میکنم، برمیگردم اینجا این آدرس تراسفالت رو پاک میکنم، آدرس صرافی رو اینجا من وارد میکنم و این 140 تا کوین رو بهش میدم. همینجوری که ببینید برداشت موفقیت آمیز بود و تا چند دقیقه دیگه به حساب ما میشینه. حالا این 5 دلار هم دقیقاً نپرید، اگر این 5 دلار هم بمونه به 140 تا الماس میشه رسید، ولی 300 تا خیلی دیگه زمان میبره بهش برسید. اگر بمونه این 140 تا بهتره. شما اگر دو بار 5 دلار رو بزنید مثلا میشه 280 تا، ولی اینجا اگه 10 دلار رو یه بار بخواید بزنید میشه 300 تا. 20 تا الماس هم از این طرف به نفعمونه. حالا ببینیم این 5 دلار و این 200 یو ای میمونه برامون یا نه. من دوباره وارد صرافی میشم و یه بک و همینجور که میدید این 5 دلار هم دقیقاً به حساب من نشست و هیچ کارمزدی هم نگرفته. همینجور که میدید 5 دلار مستقیم به حساب من نشسته و الان همینجور که میدید برداشتی که الان زدم 6 دلار و 34 سنت ما امروز تونستیم برداشت بزنیم از این کوین، ولی توی صرافی مونده. حالا من باید راه پیدا کنم بین این کوین ها ببینم کدوم کوین کارمزد کمتری میگیره که این دو کوینمو تبدیل کنم به اون کوین و برداشتش کنم. حالا اینو باید خودم دقیقاً چک کنم. حالا توی ویدیوهای بعدی دقیقاً بهتون میگم وقتی که خواستم برداشت بزنم، اگر شد براتون ویدیوشو میسازم. فعلا دیدید که کاملا برداشت داره. حالا ما توی برداشت قبلی توی تراست والت زدیم، ولی فعلا با آپدیت جدیدی که داده گفته باید بریزید به صرافی خودمون. فعلا دوستانی که میخواید این ربات رو ادامه بدید باید توی صرافی عضو بشید که لینکش توی دیسکریپشن حالا توی کانال تلگرامم براتون میذارم که بتونید استفاده کنید. خب دوستان این تا اینجای ویدیو. اگر نکته جا موند که دوست داشتید توی ویدیوهای بعدی اضافه بشه توی بخش کامنت ها برام بذارید که توی ویدیوهای بعدی بررسیش کنیم. امیدوارم که از ویدیو خوشتون اومده باشه. خدا نگهدار.